حتما تا حالا شنیدین که تطبیق اشتباه دوا به مریض باعث مرگ مریض شده باشه. در این ویدیو قصد داریم تا یکی از مهمترین اساسات نرسینگ که مانع از این اتفاق بیفته رو براتون با آموزش بگیریم. لطفا تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام، من سروری هستم. به کانال پرفکت نرس خوش آمدید. در این کانال ویدیوهای آموزشی برای نرس ها و قابل ها به صورت هفتهوار قرار میدهیم. اگه دوست دارین ویدیوهای ما را دنبال کنید و ببینید، لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. مبحث امروز ما هم در مورد 5 رایت و 3 چک میباشه. خوشحال میشم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. 5 رایت آف مدیکیشن ادمینستریشن یا 5 قانون که برای تطبیق دوا ما باید از اون استفاده کنیم و 3 چک، 3 زمانی که باید دوا رو چک بکنیم. اول از همه یک مقدمه و در مورد این صحبت کنیم که چرا اصلا چیزی به نام 5 رایت به وجود اومد. دلیلش اینه که اولین و مهمترین وظیفه نرس تطبیق دوا هست. هیچ وقت هیچ نرس نمیتونه بگه که من خواهم نرس بشم ولی دوا تطبیق نکنم. برای همین چون جز لایه وظایفش و از مهمترین لایه وظایفش هم همین تطبیق دوا هست، برای همین تصمیم گرفتن که چیز ایجاد بکنن که باعث بشه که همین دوایی که قرارن تطبیق بکنن با حالت سیف باشه، یعنی مشکلی برای مریض یا برای خود نرس به وجود نیاد. و بعد از تصمیمات که گرفته شد دیدن که در اساسات نرسید خوبه که همین 5 رایت قرار بدن و در تمام دنیا برای نرس ها و کسایی که دارن میخوان دوا رو تطبیق کنن اینو بهشون یاد میدن. حالا این 5 رایت یا 5 قانون و رول چی هستش؟ اول از همه رایت دراگ، دوای ما باید صحیح باشه، رایت پیشن، دوایی که قراره به مریض بدیم باید به مریض صحیح داده بشه. رایت دوز، مقدار دوز دوایی ما یا مقدار دوایی که باید به مریض بدیم باید صحیح باشه. رایت روت، از کدام روش، از کدام راه باید دوا به مریض برسه، راه صحیح باشه. رایت تایم، باید به وقت و موقع مناسب دوا داده بشه. پس این شد 5 رایت. اول از همه در مورد رایت دراگ صحبت میکنیم یا دوای صحیح. دوای صحیح چه چیزایی رو باید برای اینکه ببینیم دوامون صحیحه چک بکنیم؟ اول از همه و مهمترینش خب میتونیم باید نام دوا باشه. وقتی دکتر توی اوردر نوشته میکنه آمپیسیلین، پس ما باید آمپیسیلین رو انتخاب بکنیم. دوم از همه که تاریخ اکسپایر دوا رو باید چک بکنیم. دوا رو از هر جایی که اومده، شما از الماری عاجل برمیدارین، از مریض از دواخونه آورده یا هر جایی آورده، وظیفه منی که دارم تطبیق میکنم اینه که باید اکسپایر دیت اونو چک بکنم. نباید بگم دوا تازه اومده، پس چی؟ وظیفه منه که باید اونو نگاه بکنم. هر نوع شکستگی، تغییر رنگ توی دوا که وجود داره اینو باید من چی استفاده نکنم، چون ممکنه محیط یا شرایط نگهداریش خوب نباشه و همین باعث بشه که چی؟ دوا خراب شده باشه. پس اینم باید چک بکنم. دو مورد بعدی که هست، این دو مورد در مورد لوکالایک، یعنی دواهایی که از نظر ظاهری شبیه هم هستن، و سوندالایک یعنی دواهایی که از نظر نوشتن و تلفظ شبیه هم هستن. مثلا این تصویر رو ببینید، آمپول آتروپین و اپینفرین هست. چقدر از نظر ظاهری شبیه هم هستن ولی از نظر عملکرد آتروپین با اپینفرین خیلی فرق داره. پس هیچ وقت آمپول رو با شکل و ویالش نباید بشناسیم، با رنگش نباید بشناسیم، حتمی باید نوشته روش رو بخونیم. خیلی وقتا خیلی از اشتباهاتی که به وجود میاد به خاطر همین دلیله که فقط از روی ویال داریم اونو چک میکنیم. یا این دو تا ویال رو ببینید، وراپامین و نالوکسان. خب شاید مثلا تو شرکت دوایی که شما این دوا رو میاره این شکل نباشه، ولی خب خیلی دوای دیگه هست که شبیه هم دیگه هستن. پس حتمی باید دوا رو از روی نامش بخونیم نه از روی شکل ظاهرش. و در قسمت سوندالایک هم این دو تا دوا رو ببینید، استازولوماید و استاهگزاماید. اگه دقت بکنید از نظر نوشتاری هم خیلی شبیه همه، گفتاری هم هست. پس باید موقع تطبیق دوا حتما مطمئن بشیم که دوا همون دوا هست. دومین مورد مریض صحیح هست. همینطور که میدونیم هر نسخه مربوط یا هر اوردر مربوط به یک مریضه، پس باید ما مریضمون رو شناسایی بکنیم. خیلی خوبه که ما مریض رو با صدای بلند صدا بکنیم، مثلا محمد
کی هستش، ولی تنها نام نگیم. میگه خوبه که ما سه شاخص رو برای شناسایی مریض در نظر بگیریم، یکی اسمش، اسم پدر که تو افغانستان خیلی رایجه، و یا فامیلی یا تخلصش، و یکی هم سن مریض. چرا؟ چون که ممکنه اسم و تخلص تو خیلی از وقتا شبیه هم باشه، توی یه اتاق یا توی یه بخش دو تا سه تا مریض اسم مشابه داشته باشه، ولی دیگه وقتی ما سومی یعنی سن مریض هم در نظر بگیریم، معمولا دیگه تفاوت چیه؟ یعنی اینقدر مشابهت کمتر به وجود میاد. و در بیمارستانایی که آیدی بند دارن، یعنی همچی چیزی به دست مریض میبندن که نامش، نام پدرش، سنش و شماره دوسیهش در داخل اون نوشته میشه، همچی چیزی داریم، خوبه که ما از طریق آیدی بند مریض حتما چک کنیم مریض رو با دوسیه مریض. مورد بعدی دوز صحیحه. بازم مثل همیشه اول از همه اوردر دکتر رو چک میکنیم که چه مقدار اوردر کرده. در بعضی از جاها و بعضی از شفاخانه ما یک سیستمی به نام مار داریم. مار و سیستمی داریم که دکتر اوردر خودش رو به صورت الکترونیکی داخل سیستم میکنه و بعد از اون نقص ها از سیستم اونو پرینت میگیرن و تطبیق میکنن به همون ورق، ورق مار میگن، که مثلا توی افغانستان تو شفاخانه فرانسوی همچی چیزی داره، ولی توی دیگه کشورها هم همچی چیزی هست، ولی توی افغانستان و شفاخانه دولتی اکثرا توی ورقی به نام اوردر و دست نوشته دکتر نوشته میکنن. پس هر دو تا اگه این موجود بود اونو چک میکنیم و اگر مار موجود بود مار چک میکنیم. بعد چیز دیگه که مهمه حتما باید چی؟ کالکولیشن یا دوایی که به مریض میدیم دوزش صحیح باشه. فرمولا هست. انشالله ویدیوهای بعدی قراره اینو درست کنم و شما اونو حتما ببینید که ما چقدر باید دوامون رو صحیح حساب کتاب کنم. مثلا تو بخش اطفال با دوزهای بسیار کمی ما باید دوا رو به مریض بدیم. اگه مقدار کمی بالا و پایین بشه روی تداوی مریض تاثیر داره. پس باید حتما دقت کنیم. و آخرین چیز این هست که اگر باز هم مشکل داشتیم و نتونستیم محاسبه کنیم و بلد نبودیم، از یک نرس اکسپرت و با تجربه میخوایم تا ما رو کمک کنه. صحیح شد؟ پس اینم از دوز صحیح شد. موضوع بعدی روت صحیح یا همون روش تطبیق صحیح هست. همینطور که میدونیم دواها راه‌های تطبیق مختلفی دارن. مثلا اورال هست، مثل تابلت ها، شربت ها که از طریق اورال داده میشه. بعدی اینترامسکولار، زرق آی ام، اینتراونوس، زرق آی وی. خیلی خطرناکه که ما زرق آی ام رو اشتباهاً آی وی بده. پس باید دقت بکنه. حالت موضعی توپیکال و ترانسدرمال، حالت موضعی به سطح پوست میمانه. ساب کوتانوس اینجکشن، یعنی زیر جلدی، تطبیقای زیر جلدی. از طریق رکتال، ساب لینگوال یعنی زیر زبانی، و از طریق اینهلیشن یا اسپری و استنشاقه. پس این راه های دوا هست که حتما دکتر اینا نوشته میکنه از چه راهی باید دوا تطبیق بشه. موضوع بعدی رایت تایم. رایت تایم یعنی دوا رو به وقت مناسب خودش بدیم. تو این قسمت ما چند چیز رو در نظر میگیریم. اول از همه how many time per day، یعنی که دوا رو هر چند ساعت یک بار باید به مریض بدیم. معمولا تو دوسیه نوشته میکنن که تو سلاید بعدی مفصل اینو توضیح میدم. مورد دوم how long for administration، یعنی دوا رو باید به چه مدت به مریض بدیم. بعضی دواها رو ما آهسته میدیم به مدت 10 دقیقه، 20 دقیقه یا 30 دقیقه. پس اینم مهمه که تایم، منظور ما اینه هست که اون دوای آهسته داده بشه یا که سریع داده بشه. before and after food، بعضی دواها باید با شکم خالی داده بشه، بعضی دواها هم باید بعد از غذا داده بشه. نایت یا مورنینگ، بعضی دواها رو ما فقط از طرف شب میدیم، مثل داروهای خواب آور، و بعضی را هم فقط از طرف صبح با اونم خیلی ناشتا میدیم. چرا؟ مثل دواهای توبرکولوز که تاثیرش بیشتر بشه. خب در مورد اینکه چند اصطلاح داریم به خاطر اینکه دواها رو دکتر نوشته میکنه روز چند دفعه داده بشه، که استیت هست. استیت یعنی که همون لحظه میدیم بنا به شرایط مریض و دیگه ادامه داده نمیشه. PRN یعنی در صورت ضرورت. مثلا اکثرا دواهای آنالژزیک، دواهای ضد درد رو دکتر نوشته میکنه PRN، یعنی اگه مریض درد داشت شما اونو بده. OD یعنی once a day، یک بار در روز، روزی یک دفعه، هر 24 ساعت داده میشه. BID یعنی روزی دو بار در روز، هر 12 ساعت داده میشه. TID یعنی روزی سه بار در روز، یعنی هر 8 ساعت
QID یعنی روزی 4 بار در روز، یعنی هر 6 ساعت داده میشه. و استوب هم یعنی چی؟ استوب بشه. خب اینا چیزایی بودن که ما اونو به عنوان 5 رایت خوندیم. چک میگه و باید همیشه چک کنه. حالا در چه مواقعی باید این 5 رایت رو چک کنیم؟ در 3 وقت و 3 زمان. این 3 زمان چه وقت هست؟ اول وقتی دوا رو برمیداریم، حالا این دوا رو یا از تو پلاستیک دواش برمیدارین یا از الماری برمیدارین یا از هر جای دیگه که برمیدارین، باید اول اون لحظه چک کنید که آیا دوا واقعا صحیح هست یا نه. دوم وقتی که در حال آماده کردنش، اگه ویاله داری آب مقطر توش میرسی، اگه داری دایلتش میکنی، اگه داری به حساب تو سرنج میکشی، تمام اینه. پس وقتی که داری آمادش میکنی میکشی. و دفعه آخر قبل از این که قبل از این که دوا رو به مریض بزنی، بازم برای بار سوم و آخر چک میکنی که آیا واقعا این همون دوایی بود که باید به مریض میدادی یا نه. پس اینم خیلی مهمه. پس اگر هر نرسی یا هر کسی که دوای مریض رو تطبیق میکنه این 5 رایت و تریت چک رو انجام بده، مسلمن دیگه هیچ وقت دچار مشکل و خطای انسانی و باعث مرگ کسی نمیشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه و برایتان آموزنده باشه. حتی اگر یک موضوع هم از این ویدیو یاد گرفتین، خواهشاً ویدیو رو لایک کنید. تشکر و خداحافظ.